خیلی ممنون برای تماشا کردن این گزارش صوتی تصویری. یک تحلیلی هست از من خواهش شد در رادیو اسپوتنیک این تحلیل رو انجام بدم برای روندی که الان ما داریم تو قسمت دوم سوم، خدا میدونه چه قسمت های ادامه دار باشید، از برجام مخصوصا رول فرانسه تو این مسئله چی هست و چی ببینیم. من این تحلیل رو برای شما نه تنها در مورد مسئله فرانسه و مسئله اروپا، بلکه این بحث رو باز میکنم در مورد مسئله ژئوپلیتیک منطقه و اصولا جهان. سال چهارمی این هست که چگونه باید نظر ایران رو جلب کرد تا ایران حداقل حاضر باشد پای میز مذاکرات بنشیند. این جواب این سال خیلی راحته: کمک اروپایی برای برداشتن تحریم‌های بسیار دراکونین و وحشتناک واشنگتن علیه ایران و یک آوانس اقتصادی به ایران دادن که بازم میگم غیر ممکنه واشنگتن وارد فکر نمی‌کنه. نمی‌شه گفت غیر ممکن. با آقای دونالد ترامپ غیر ممکن لغت سختیشون، موازه خودشون عوض می‌کنن. ولی من فکر می‌کنم که از حضورتون چجوری میتونه نظر ایران جلب کنه؟ الان از چیزی که واسه ایران ارجحیت داره مسئله اقتصادیه. بعد از اون یک خوشعهدی که ایران دنبالش میگشت تو برجام و همتاهای به اصطلاح اصلاح طلب و لیبرال ایران تصور میکردن که تو این قرارداد میتونه از آمریکا و اروپا یا بگیرن، این بود که تغییر نظام در ایران دیگه بحث گذشته باشه، اینو بذارن کنار. ما کاملا شاهد بودیم که نه تنها این بحث ها غربی ها و واشنگتونی ها نذاشتن کنار، با بکار اومدن آدم های بسیار تندرویی در کابینه آقای ترامپ این بحث تازه داره شروع میشه و اینا علنن میخوان تغییر رژیم بدن در ایران و اینو رکم میگن، جوری نیست که تعارفی در کار باشه. در صورت من فکر میکنم که یکی از پیش شرایط ها این باشه که مثلا بین ایران و فرانسه که شما این گروهک فرقه منافقین اخراج کنین. از سمبولی که خیلی مهمه، چرا یک از دشمنای 40 سال ایران رو تو کشور خودتون دوباره، یعنی تو کشور فرانسه واردشون کردین؟ اینا ما که عراق، کشور عراق اینا رو اخراج کرد، دم و دماسکشون رو بستش تو پایگاه اشرفشون نزدیک بغداد. چرا شما با چیز شدین زیر نفوذ CIA و واشنگتن رفتین که اینا رو بیارین اونجا وارد کنین؟ این حسنیتی که فرانسویا میتونن این وسط اثبات کنن. بازم دارم میگم پیشبینی علمی من اینه که این اتفاق نخواهد افتاد و من فکر نمی کنم اصلا راهی وجود داشته باشه که عرض بزرگتون که نظر ایران رو جلب کنن. من فکر کنم اگه نظر ایران رو تو کوتاه مدت از مسائل اقتصادی جمع کنن و اروپا یا یک رول مثبتی رو بین ایران و عرض بزرگتون واشنگتن رول مثبتی رو بخوان بازی کنن، به نظر من عرض بزرگتون پیشبینی من این خواهد بود که این فقط برای تلف کردن زمان خواهد بود. یعنی ایرانی ها خیلی محکم اومدن گفتن که ما برمیگردیم به غنی سازی، ما برمیگردیم به پافشاریمون تو منافع ملیمون تو سوریه و این عقب نمیکشیم، خودمون رو کنار نمیزنیم، محکم وای میستیم. تو یمن بیشتر ایرانی ها رول مشاورتی و حمایت از گروهی تو یمن که با عربستان در حال جنگ هستن، اینا بیشتر حمایت میشن و لاغر حمایت ایدئولوژیکی نمیشه اینو زدمش بحث کرد. عرض به حضورتون که همون گوره سار الله در یمن، انواع اقسام گزینه ها رو ایران داره. ایران میتونه صدور گاز طبیعیشو به اروپا قطع کنه و بیشتر تمرکز کنه تو به هند و چین و کشورهای دیگه مثل ژاپن. البته ژاپن یک کشور همتا با واشنگتن هستش. در صورت گزینه ایران هم خیلی محدود هست. شما وقتی در حال مشاهده سقوط اقتصادی کشورتون باشین در ایران، خیلی سخت میشه که وقتی وارد مذاکرات بشین، سر میز بشینین، بتونین از موضوع قدرت صحبت کنین. بعد اینو واقع بینانه گفت. ولی دارم میگم عناصر و فاکتورهای خیلی مهم و متنوعی در دنیا هستن. فقط واشنگتن نیست که زورگویی کنه. فقط عناصری در فرانسه نیستن که بخوام با واشنگتن همدسته بشن. دنیای بسیار مولتیپولری داریم ما به طرفش میریم. بعد از سقوط شوروی در 1991 ما از یک دنیای بایپولار تبدیل شد به یک دنیای یونیپولار. یعنی واشنگتن بود که فقط زورگویی میکرد، یک حالت یه حالتی نبود که واشنگتن مثلا
نفوذش یه جورایی کنترل بشه از طرف شوروی یا برعکس. ما داریم وارد یک دنیای مولتیپولر میشیم. در این دنیای مولتیپولر کشورهای بریکس هستن، توجه میکنین، برزیل، روسیه، ایندیا، چینا، ساوت افریقا، تمام اتحادیه اروپا میشه گفت خودش میتونه بلوک باشه. عرض حضورتون این وارد این دنیا داریم میشیم و این ممکنه که به اصطلاح کسایی که دارن برنامه ریزی میکنن برای دنیای آینده، برای سیستم نظام آینده در جهان، کسایی باشن که دیگه خسته شده باشن از یک سیستم یونیپولاری که واشنگتن یک کشوری بوده که یک نظامی بوده که سود برده. و این یک به اصطلاح یکی از خطرهایی هستش که بعضی از آدمای تندرو، کسایی که تدبیر ندارن، در واشنگتن احساس میکنن. مگه بعد با واقعیت کنار اومد و ایران دارم میگم ممکنه از این تصمیمات و این برنامه ریزی کسایی که دارن ما رو وارد یک دنیای مولتیپولر میکنن کسب یه به اصطلاح یک سودی کسب کنه و بتونه یک عنصری باشه که بالاخره متاسفانه بگم ازش استفاده بشه برای وایسادن جلوی واشنگتن که از این سیستم یونیپولار ما در بیایم بیرون، از این سیستم زورگویی در بیایم بیرون، از این سیستمی که از روش‌های کوئرسیو استفاده می‌کنه، کوئرژن استفاده می‌کنه، در بیایم بیرون. یه چیز دیگه هم که می‌تونه نظر ایران رو جلب کنه اینه که کشور همتاش در برجام، یعنی اون دو ابرقدرت دیگه چین و روسیه، رول خیلی محکمتری رو واسه ایران بازی کنن، رول خیلی مؤثرتری و رول یه جوری باشه که حمایتش از ایرانشون رو بیشتر نشون بدن، مخصوصا تو بخش اقتصادی. نه جوری باشه که عرض بهتون از اقتصادی فقط سود و مثلا چین و روسیه ببره، به حالی که یه حالت برد برد باشه، نه برد بردی که حالا من دارم میگم یه محدودیت های دارم بارش نمیتونم بشم تو این یه ردوبندایی که مثلا بین کشورها و ایران هستش، روسیه و چین، یه ردوبند خیلی اگزیستنشیالی نباشه که همینی که هست باشه مثلا واسه ایران و ایران باز توی موضع ضعیفی باشه. من فکر میکنم این یک عرض به حضورتون یکی از شرایطی میتونه باشه که ایران رو بتونه به اصطلاح جلب نظر ایران رو در دست بگیرن که لاقل حداقل ایران حاضر باشه تو میز مذاکره. مسئله سوریه هم خیلی مسئله کلیدی هستش. بعضی از کشورهایی که در برجام وجود دارن، من اسم نمیتونم بیارم الان، ولی خب 6 تا کشور بیشتر نیستن، متاسفانه یه جورهایی با غرب میخوان همدسته بشن و ایران و میخوان ایران نفوذی نداشته باشه تو سوریه، در حالی که بیشتر کشته نظامی و روی زمین، روی عملیات زمینی ایران داده، بعد از طبیعتاً بعد از خود مردم سوریه و خود سربازهای ارتش رسمی سوریه، مستشارای ایرانی که اونجا بودن، اینا خیلیشون اسپشال فورسز بودن، نیروهای ویژه بودن و اینا خیلیشون شهید شدن. در صورت اونم بعد در نظر داشته باشیم. چیزی که میتونه ایران رو تو مذاکره بیاره اینه که ایران رول مثبتش رو اگه میخواد ادامه بده تو سوریه بتونین انجام بده. البته این مسئله بسیار فشرده است، برای اینکه اسرائیل بسیار استفاده خطر میکنه که همسایه با ایران بشه. منظورم از اون فرودگاه T4 هستش در سوریه که مستشارای ایرانی اونجا خیلی حضور دارن، اونم یک به اصطلاح یک عنصر هستش. ولی مهمتر از همه این عناصر، اگه وضع اقتصاد ایران در حال سقوط باشه، ایران نمیتونه از هیچ کشور حامی خودش، کشور متحد خودش تو منطقه یا تو خارج از منطقه دفاع کنه، مثلا مورد مثلا ونزوئلا ترجمه میکنه یا مورد کوبا نمیتونه دفاع کنه. من فکر کنم که مسائل اقتصادی الان روابط نزدیکتر اقتصادی بین هند و ایران، روابط نزدیکتر اقتصادی بین چین و ایران، روابط بسیار نزدیکتری بین روسیه و ایران ممکنه از لحاظ سمبولیک، یعنی ممکنه که لاقل ایران از لحاظ سمبولیک سر این میزا بشینه و اگه اسمش میشه گفت حتی میز مذاکره گذاشت شرکت کنه. و من فکر کنم متد دیپلماسی ایران باید عوض بشه از متد دیپلماسی که متاسفانه استفاده شد برای امضا کردن برجام. متدی که ازش استفاده شد برای امضا کردن برجام متد ضعیفی بود، متد یه طرفه‌ای بود. یا اگه قول وعیدای داده شده بود که کشور اسرائیل و کشور عربستان سعودی خیلی نگران بودن، نه تنها قول وعیدا اجرا نشد، همه اینا
بدعتی شد وقتی وزارت امور خارجه آمریکا بود علنا اعلام کنه که برجام از دستاور بزرگ دولت ترامپ خواهد بود. این دارن با وقاحت دارن افتخار میکنن که بدعتی کردن. برای همین هر قول وعده دیپلماتیکی داده شده بود زیر پا گذاشته شده بود و خیلی از من و همکارای ما اینو کاملا پیش بینی کرده بودیم و اون پایکوبی و اون جشنی که ایرانیا گرفتن متأسفانه یک خطا و یک حالت نایوته ما اینو دیدیم. در صورت امیدوار هستیم که چین و روسیه تا آخر پشت ایران باشن سر این مسئله. دارم میگم اینم یک امید خیلی بزرگه، ممکنه به اتفاق نرسه و ایران خودش رو تنها ببینه تو منطقه، ولی در هر صورت هر چیزی که داره اتفاق میفته اون قشر سنتی ایران، قشر اصولگرای ایران الان هیچ وقت مثل گذشته اینا اینقدر محبوبیتشون بیشتر نشده بود تو ایران. از لحاظ اینکه این مسئله رو پیش بینی کرده بودن، رهبر ایران این بدعتی رو پیش بینی کرده بود و اصولا گفته بود که نمیشه به واشنگتن اعتماد کرد و حتی به غربیا اعتماد کرد و اون کاملا به واقعیت رسیده و مردم ایران اینو مشاهده دارن میکنن. در صورت امیدوارم که این تحلیل مورد نظرتون قرار گرفته باشه برای شنوندگان رادیو اسپوتنیک و اشخاصی که در این کانال یوتیوب در صورت یه جایی تو اینترنت این تحلیل رو تماشا میکنن. امیدوار باشیم برای آینده بهتر و روزهای روشن‌تر برای نه تنها برای ایران بلکه برای بشریت. خیلی ممنون از حمایتتون.